خب ما این فایلمون رو سیف کردیم توی همون دایرکتوری که مون بود و حالا من این بیارم توی دیویدیو دیو دیو سیو پرو خب به سادگی ترگش میکنم توی منو و همونطور که شما اینجا اضافه میشه و حالا من میام توی آتلاین منو و حالا اگر این مرد در حال حرکت رو بزنم ببینیم که ما دکمه همون حرکت رو سر جاشونه و اگه سیمیلیت هم بکنیم میتونیم اون روی اونی رو که خواستیم انتخاب بکنیم مثلا چه این شروع فیلم رو و حالا الاخر اما از این فایل سیاه و سفید چه استفاده میتونیم بکنیم همونطور که در... توی درس قبلی گفتم سیاهی های تصویر ما به دیویدی سوی پرو میگن که قرار اینجا یه اتفاقی بیفته یه رنگی عوض بشه و این تصویر اضافه هم دیده بشه در واقع به دیویدیو استودیو پرو این فایل سیاه و سفید میگه که تمام این قسمت هایی که سیاهن میخوام یه رنگ دیگه بشن اما از اونجایی که این فایل با این یکی فایل یکیه و همونطور که شما میبینید عینا با اون یک به یک مساویه برای بیننده قابل تشخیص نیست که اینها دو تا فایلن خب ما حالا چیکار میتونیم بکنیم شما منوی اصلیتون رو انتخاب میکنید و با توجه به اینکه این فایل رو آوردید که اسمش رادار موشن هست میاید توی تب اول توی جنرال اوورلی فایل رو انتخاب میکنید اگر شما فایل فوتوشاپی انتخاب بکنید اینجا خود فایل رو انتخاب میکنید و تو اوورلی لیر خود لیرش رو اما از اونجایی که فایل من یه جی پیگه میام توی این فولدر مورد نظرم و رادان موشن اوورلی خب هیچ اتفاقی نمیافته. اگه من بیام اینجا سیمیلیت رو بزنم چطور همونطور که شما می‌بینید. یک اتفاقی افتاد اما اصلا اون چیزی نیست که ما میخوایم خب حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم چه چی شد که اصلا به این همچین چیزی پیش اومد ما یه موشن منیو داریم که طولش دوازده ثانیه است یعنی در واقع از ثانیه صفر شروع میشه تا ثانیه دوازده وقتی تموم شد چی میشه فرض کنید بیننده شما توی دوازده ثانیه اول هیچ کدوم از این چهارتا تا عنوان رو انتخاب نمیکنه خب اتفاقی که میفته اینه که دوباره این این 12 ثانیه تموم میشه بعدش چی میشه بعدش چی میشه شما اینجا میتونید انتخاب بکنید لوپ در واقع به نرم افزار میگه که هی این منو رو تکرار کن اما نکته که الان ما باش مشکل داشتیم اجازه بدید من میام توی قسمت کالرز توی قسمت کالرز ما دفعه قبل دیدیم که توی سیمپل چی کار میتونیم بکنیم اما اینجا باید بیایم و این تبر رو روی ادوانس قرار بدیم یا این در واقع قسمت ادوانس رو انتخاب بکنیم شما اینجا یه گری اسکیل دارین یه کروما گری اسکیل شما به نرم افزار میگه که اگر چیز سیاهی توی این باتن اوورلی من وجود داره که اینجا الان وجود داره وقتی سلکت شده توی شرایط ببخشید وقتی عادی دکمه ها که وضعیتشون به این شکل و به این رنگ باشه به طور مثال توی شرایط عادی من همه اپاسیتی ها رو آوردم پایین که هیچ اتفاقی نیفته اما زمانی که سلکت شدن من میگم زرد باشن و با اپاسیتی مثلا ده درصد مذار بخوام ده درصد که در واقع ده از پونزده پس جای سیاهی های ما توی این تصویر اوورلی ما که دقیقا با این تصویر یکیه یا حداقل با اون فریمی که تصویر کامل میشه یکیه به جای اون چیزهایی که ما اینجا داریم که اگه من حالا یکی از اینها رو انتخاب بکنم و دیده میشه این تصویر اوور میشه یا این تصویر روی تصویر قبلی میفته و اضافه میشه و زمانی که اکتیو باشن چی؟ زمانی که اکتیو باشن رو شما میتونید اینجا انتخاب بکنید. شما میتونید بگید زمانی که نرمالن هیچ اتفاق نیفته زمانی که سلکتن رنگ سیاه جای خودش رو به رنگ زرد بده با اپاسیتی ده. و وقتی اکتیو شدن رنگ سیاه جای خودش رو به رنگ فرزن ببینیم چی داریم اینجا نارنجی بده و با ابسیتی ده هست 15 خب من یه بار دیگه این سیمولیشن رو میزنم من فکرم شما متوجه شدی که این با چه سیستمی کار میکنه شرایط نرمال ما هیچ اتفاقی نمیفته همه چی خاموشه شرایط سلکتد ما تصاویر اوورلی که اینجا وجود دارن جای رنگ های سیاهشون این رنگ میاد که دقیقا همون چیزی که ما میخوایم و توی شرطی که اکتیو هستن جای رنگ سیاه نارنجی میاد یه بار سیمولیشن رو با هم ببینیم خب همونطور که شما می‌بینید قبل از اینکه منو تکمیل بشه این اتفاق رو ما اینجا می‌بینیم به طور مثال مگه پشت صحنه رو بزنم شما می‌بینید یه لحظه نارنجی میشه ولی چون به چیزی وصل نیست اتفاق دیگه نمیافته موس ما زمانی که جابجا جا میشه همونطور که شما دیدید منو دوباره از اول تکرار شد موس زمانی که جابجا جا میشه رنگ زرد جای رنگ سفید رو میگیره و این فلش کوچولو هم روشن میشه به عبارت دیگه همون چیزی که دقیقا ما برای نرم افزار تعیین کردیم اما ما نمیخوایم از اول این دکمه ها قابل سلکت شدن باشن به عبارت دیگه اگه من بیام اینجا استوپ رو بزنم و پلی بار, رو بار رو بزنم نمیخوام اینجوری باشه قبل از اینکه حتی این منو کامل شده باشه و در زن وقتی این دوازده ثانیه تموم شد من اصلا دوست ندارم که هی hey, این از اول تکرار شه میخوام از جایی تکرار شه که اینها کامل بودن یا به عبارتی انگار که منو هی hey, تغییری نمیکنه یعنی فیلم توش داره دائم از یه چیز پخش میشه خب برای این کار ما یه لوپ پوینت داریم شما دیویدیو رو انتخاب میکنید منوش رو آتلاین منو یا از اینجا میتونید انتخابش بکنید جنرال و این همون چیزی که ما اینجا انتخاب کردیم اگر شما لوپ رو انتخاب بکنید چیزی که چند دقیقه پیش بهتون گفتم میتونید اینجا لوپ پوینت رو تغییر بدید مثلا بگید انیمیشن من کی تکمیل میشه انیمیشن من توی لحظه مثلا سه ثانیه و مثلا یک فریم البته این رو بهتره توی نرم افزار اصلیتون حالا چه افتر چه موشن چه هر نرم افزار دیگه چک بکنید که دقیقا لحظه که این منو لوپ میشه و دقیقا تکرار میشه کجاست من فکر میکنم توی منوی من توی ثانیه 95 بود یعنی 70 75 فریم پس سه بعد و 20 باید بوده باشه قاعدتاً زمان کل رو اگر بخوایم میتونید شما کمتر بکنید من همون اینجا چون دوازده ثانی است دیگه نمیخوام تغییرش بدم اتفاقی که الان اینجا میفته اینه که اولا وقتی شما موشن منو رو پلی بکنید وقتی تموم بشه از اول دوباره پلی نمیشه و از اون لحظه که شما انتخاب کردید پلی میشه و اما یه نکته مهمتر دکمه های شما قابل سلکت نیستن تا قبل از اون یعنی شما تا قبل از اینکه انیمیشن تکمیل بشه و 3 ثانیه و 21 فریم حالا اینجا من اگر بتونم اینو کنم 20 فریم و اگر بله 20 فریم نمیشه متاسفانه اون 21 میمونه ام... همطور که گفتم بعضی وقتا شما یکی دو فریم جا به جایی رو می تو... توی موشن دارید که غیر قابل اجتنابه حالا ام... 15 فریم به صورت دقیقه اگر بخوام بگم اینجا حالا ام... 9 با 21 فکر میکنم مثلا اینجا حدود 13... 12 فریم باشه حالا اگه حال نمیتونید شما یه فریم دقیق رو این کار رو بکنیم به همین خاطر ما میایم اینجا و حالا 21 رو انتخاب میکنیم خب مگه یه بار دیگه سیمولیت رو بزنم شما میبینید که تو چند لحظه اول هیچ کدوم از اینها سلکت نمیشن تا قبل از اینکه منو تکمیل بشه حالا منو شما اینجا نگاه بکنید 8 9 10 11 12 سر از ثانیه 12 برمیگرده از اون جایی پخش میشه که تصویر انیمیشنش کامله اگر شما از نظر انیماتیکی ثانیه دوازدهم و ثانیه سه و 21 تون عینا یکی باشن دیگه اصلا بورش این وسط نمیبینین و حس میکنین که دا این تصویر به صورت یک پارچه داره پخش میشه و دیگه این تیک وسطش نمیافته شما ببینین 9, ده 11 و یه تیک چون اینجا من این دیویدی رو موشن منیوش رو از تمپلیت خود موشن استفاده کردم و درست کردم دیگه متاسفانه نتونستم این کار رو انجام بدم خب همونطور که شما دیدین ما پس اگر من بیام یک بار دیگه منو رو بزنم بدید استوپ رو بزنم یک بار دیگه پلی بشه ما تو خود منو هستیم دیگه نمیتونیم دوباره بیایم داخل خود منو هیچ چیزی قابل انتخاب نیست تا زمانی که تکمیل میشه و بعد بیننده یا یوزر توی کامپیوتر میتونه اون چیزی رو که میخواد انتخاب کنه و مثلا شروع فیلم رو بزنه و اتفاقاتی که شما دیدید و با هم اینجا تجربه کردیم براش انجام میشه